سلام آرزو هستم از وارکده آرزو. امروز هم رسیدم خدمت شما بزرگواران با یک بال قهوه کلی بدون زمان دیگه. اما قبل از اینکه فالمون رو شروع بکنیم و شما نازنینان نیت بکنیم، یادی میکنیم از رفتگان خاک، یادشون رو گرامی میداریم، روحشون شاد باشه انشالله و در آرامش باشه که قطعا همینطور هست و دعای خیرشون بدرقه راه ما باشه. الهی آمین. نیت کنید تا با نام و یاد خدای مهربون و با انرژی های مثبتی که شما به بنده انتقال میدین، فال امروزمون رو هم شروع بکنید. بفرمایید بسم الله. فال قهوه کلی بدون زمان، هر زمانی که اراده کردیم ببینی، فقط کافیه قبلش نیت کنید و بعد این فال رو ملاحظه کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، انشالله که فقط اتفاقات قشنگ و خوبش براتون رخ بده. قبل از هر چیز اول کبوتری براتون دارم میبینم و ببینی کبوتری که یه مشکلی رو داره حل میکنه و این اتفاق به زودی رخ میده. حالا این اتفاق میتونه مشکل مالی داری، خبری به گوشتون میرسه پیرامون خبر مالی، خبری که مشکل شما رو حل میکنه، یا هر مشکلی احساسی، کاری، اجتماعی، هر چه که هست، یه چیزی الان براتون ایجاد مشکل کرده، درد سر مشکل براتون ایجاد کرده، ولی کبوتری که براتون روشن داره خبر میاره که به زودی مشکلتون حل میشه. حالا پیرامون هر آنچه که الان براتون ایجاد مشکل و درد سر کرده، انشالله که به زودی این قضیه حل و فصل میشه. از این طرف دارم براتون میگم، خودتون ببینید. ببینید آقایی که به خانمی پشت کرده، خانمی که پوست روشن، موهای خرمایی، تقریبا شاید رگ رگ داره، روشن دارم ببینم، مثل مش لایت همچین چیزی رو دارم ببینم، گاهی که مویی هم که بسته باشه. ببینیم آقایی که بهتون پشت کرده، حالا این رابطه احساسی یا زندگی مشترکش ریشه من نمیبینم، میتونه یه دوستی باشه، میتونه یک زندگی مشترک باشه، هر چه که هست، شخصی که بهتون باهاش ارتباط داشت الان در حال حاضر از دستتون ناراحت یا بهتون پشت کرده یا باهاتون قهره، به هر ترتیبی که هست، آقایی که به خانمی پشت کرده. ببینی شخص سومی منتظر آقایی رو دارم ببینم که به سمت این خانم بیاد، یعنی میخواد ارتباط قلب، راه احساسی رو میخواد با ایشون دوباره شکل بگیره. اما خانمی که به هیچ کس توجه نمی کنه و همه حواسش به همسرش یا دوست شریک احساسیش هستش و شخص احساسیشون هستش، هر چی که هست دارم هشدار به این آقا، آقایی که قلب روشن داره، یعنی شخص احساسیش یا دوستش رو دوست داره ولی حالا بنا به هر دلیلی بهشون پشت کرده، هشداره حواست رو لطفا جمع بکن. شخص خانمی که دارم میبینم پشت سرش کسی آماده وایساده با ایشون ارتباط رو برقرار کنه، علی رغم اینکه این خانم اصلا تمایلی به رابطه برقرار کردن با شخصی نداره، تمام فکرش دوباره شما هستین یا برگشت شما یا بازگشت شما یا آشتی با شما هستش. پس لطفاً برگردین، چون دوستش هم دارین، یه ارتباط دو طرف است، برگردین و ارتباطتون رو لطفاً دوباره شکل بدین. خانمی که دوست داره شما دوباره به سمتش برگردین. خب یه راه و یک فرزند دارم براتون میبینم، پیرامون بارداری یا پیرامون فرزنددار شدن، راه روشن فرزند کودک، یک راهیه که مرتبط با فرزند دارم براتون میدم، یک گشایشی که پیرامون فرزندتون یا یک مسئلهی که مرتبط با فرزند شما هست با یک تایم خیلی کوتاه براتون باز میشه یا گشایش و مشکلی که حل میشه. حالا اگر راهی رو دارین طی میکنی برای بارداری، انشالله که جواب میده. راهی رو طی میکنی برای موفقیت فرزندتون، انشالله خبر موفقیت فرزندتون به گوشتون میرسه. پیرامون مسیری که طی کردین روشن مثبت برای فرزندتون، هر چه که از مرتبط با فرزند شما، به زودی راه روشن و مثبتی که برای پیرامون یک فرزند دارم، یا دارین قدم در مسیری میگذارین پیرامون فرزندتون برای موفقیت فرزندتون، هر چه که از راه روشنه و این اتفاق براتون رو خواهد داد. طب خانمی که خبری به گوشت میرسه که متعجبت میکنه و این اتفاق خیلی زمان زیادی هم نمیبره، حالا چه اخباری قرار به گوشت در دل زندگیتون به گوشتون برسه، از طرف حالا ببینین از تو دل زندگیتون شخصی، آقایی که داره بهتون یه حرفی رو میزنه یا یه خبری رو بهتون داره میده، یا داره پیرامون یک موضوعی با یک خانمی داره صحبت میکنه، خانمی که موهای قهوه خرمایی روشن دارن برشونه و غمگینن، ابروهایی که حالت کج دارن میرن، حالت ناراحت تو دل یک زندگی هستن، آقایی که در مقابلش از دل زندگی مثل پدر، مثل برادر،
از درجه کان نزدیکان، از دل زندگی کسی داره باشون صحبت میکنه، میان سال تقریبا داره باتون صحبت میکنه، خبریه که داره بهتون میده خوشحالتون میکنه، یعنی از این حالت دپرس بودن یا از حالت به هم ریختگی شما رو در میاره، متعجبتون میکنه، خبر شاد خوشحالی که از دل زندگی به گوشتون میرسه، انشالله به زودی اتفاق براتون رخ بده. و دیگه براتون چیزی که دارم اینجا میبینم، خب یه تردید دو دلی دارم براتون میبینم، سر یه دوراهی گیر کردی نمیدونیم بعد چه کار کنی. ببینین دوراهی دارم براتون میبینم، البته که این دوراهی به نفع شماست. ببینین شخصی که یه راه که اصلا کلا بسته است، افرادی که میخوان یک تصمیم مهم توی زندگیتون بگیرین قدری تعامل بکنین، جنبه هوشدار داره. یک تصمیمی میخوایم بگیریم، تصمیم مهم صحبت میکنم، ازدواج، کار، حرکتی میخوای انجام بدین، هر چه که هست یک تصمیم مهم توی زندگی تو میخوای بگیری، سر یه دوراهی قرار گرفتی. یه راهش که کلاً اصلا بسته است، دی خودی قدم نگذارین چون ممکنه به نتیجه، ممکن که نه، بسته، راه کوره، بسته است. یه راه دیگه‌ش هم ممکنه کسی براتون ادعا کنه که کلید و شخصیت روباه صفت، شخصی ادعا کنه که من مشکل شما رو حل میکنم، یا مثل کلیدی براتون باشه، فکر میکنین که مشکل شما به دست ایشون حل میشه. نه، شخص مکار و حیله‌گریه که داره از این حالت بلا تکلیفی شما داره سوء استفاده میخواد بکنه و به بهانه اینکه میتونه کار شما رو حل بکنه یا مشکل شما رو کلید بندازه، گشایشی تو کارتون انجام بده، با ترفند میخواد سرتون رو کلا بذاره. پس حواستون رو جمع بکنی، یه قدری تعامل بکنی، راه براتون باز میشه، گشایش میشه. الان مقطعی راه ها رو بسته دارم میبینم، یه قدر تعامل بکنی، احتیاط بکنی، جنبه هشدار داره بهتون میده. خب از این طرف هم دارم آقایی رو دارم میدم به همراه خانمی که هر دو مثبت میخواییم وارد بشین به یک فضا، به داخل یک محیطی ورود بکنی، به داخل زندگی، ازدواجی میخواییم انجام بدین، ازدواج، صحبت محرمیت، ازدواج، ارتباطی میخواد بینتون شکل بگیره، آشنایی با خانواده میخواد صورت بگیره. ببینید حالا یا خانواده آقای، خانواده خانم جوان، خانم آقای جوان، خانواده‌ای که روبروتون مثل صد وایسادن، اگر خانواده‌ای که مخالف ورود شما هستن یا مخالف ارتباط شما هستن، شما رو هر دو رو مثبت دارم میبینم، خانم آقای جوان مثبتی رو دارم میبینم که هر دوتون مثبت و تصمیم رو هم گرفتین، چون به هم وصلین، ارتباطی که شکل میگیره، حالا دوستی که یا شکل گرفته یا ازدواج که میخواد شکل بگیره، در هر حالت که موانعی که سر راهتون هست یا مخالفت هایی که دارن خانواده پسر یا خانواده دختر دارن انجام میدن، بی نتیجه است، تصمیمتون رو گرفته و یه ارتباط شکل میگیره، دوستی یا زندگی مشترک، ورود به یک زندگی رو دارم میبرم. خانم آقایون جوان مجرد رو دارم صحبت میکنم، موانع داریم ولی حل میشه، نگران نباشیم، بریم برای ادامه فال. و یه مبلغ پولی هم دارم براتون میبینم به عدد دو، حالا هر عددی که زیر مجموع عدد دو هستش داره روانه میشه به سمتتون، به سمتتون پولی داره میاد. و دیگه یه پرچم هم اینجا دیدم، یه پرچم برافروشتم دیدم که به نشانی صلح و آشتیه. حالا اگر بحثی بگو مگویی بینتون بوده، بینتون قهری بوده، آشتیه، صلح و صفا رو دارم صحبت میکنم، آشتی کنون، مراسم آشتی کنونی که به زودی شکل خواهد گرفت انشالله. خب بریم برای ادامه فال، انشالله که فقط اتفاقات قشنگ و خوب براتون رخ بده. اگه بخوایم دقت بکنیم از این طرف، مشکل که دارم براتون میبینم، حالا تو رابطتون، تو دوستیتون، قدر مشکلات دارم براتون میبینم، حالا تو کارتون، تو مشکلی براتون به وجود اومد، یه مشکلی که سر در آورده، از به قول چی میگم، یه سر براتون داره ایجاد درد سر داره میکنه، یه مشکل توی کارتون، تو دوستیتون، تو زندگیتون، هرچه هست، یه مشکلی که داره براتون درد سر درست میکنه. خب آقای جوانی که عینک به چشمتون دارم میبینم، دانشجو هستین، عینک طبی به چشمتون زدین، عینکی کلن هستین،
موهای قهوه‌ای آقای جوان، شخصی که داری دایره ای رو ترک میکنی، یک زندگی رو داری ترک میکنی، هر جمع هستش توی فکر یک کاری هست، سقف روشنی که برات دارم میرم کاری صحبت کنم، چون سقف و یه پول، مال، پول پیرامون یک سقف کاری دایره زندگی رو ترک میکنی. ترک کردن به معنی رفتن بیرون نیست، یعنی یک موقعیت کاری قشنگ و خوبی که درآمدزایی خوبی برات داره. آقای جوان، عینکی هستی، شادم عینک طبیه، من عینک رو روشن دارم میبینم، شادم یه آدم خیلی خوشبینی هستی، داری اتفاق قشنگ خوب کاری برات رخ میده، پیش میاد، ورود بازار کار درآمدزا. اما احساستون، انشالله که همیشه کنار هم باشین، قلباتون برای هم به تپه، همدیگر رو دوست داشته باشین، در صلح و صفا و آرامش کنار هم دیگه با هم باشین. اما اینجا در متنم راهی داری میشین، به سلامتی دارین، کجا دارین میرین؟ سفر طولانی در پیش دارین، راهی یک سفر طولانی هستین، کجا میخواین برین که انشالله راه و مسیر روشن و مثبتی که دارم براتون میبینم، یک راه و مسیر طولانی در پیش دارین، انشالله که سفرتون به سلامت باشه و بریم به سلامت. حالا هم راه طولانی رو دارم براتون از یک طرف دیگه با یک دیده دیگه بخوایم نگاه بکنیم، آقایی رو دارم میبینم با وجود مشکلاتی که داره ولی داره به سمتتون حرکت میکنه، آقایی تقریبا میانسال، مثبت روشن دارم میبینم، تو فکر سرش رو ببینیم، بالای سرش خانمی رو دارم میبینم که فکر خانمی بیرون نمیاد، داره برمیگرده، حالا همسرشون هستن، محرمشون هستن، شخص احساسیتون هستش، هر شخصی هستید شما که از فکر این خانم بیرون نمیاد و دوباره برمیگرده با وجود یک سری مسائل و مشکلاتی که هست، حالا از خودش داره یا با شما داره، ولی به هر حال طاقت دوریتون رو نداره، به سمتتون برمیگرده. خب دستانی که رو به آسمان دارم ببینم، مشکلی که شکاف توی زندگیتون به وجود اومده یا تو رابطتون مشکلی به وجود اومده و دارین خدا رو صدا میکنین، طلب کمک داری میکنین، یا مسئلهی توی زندگیتون تو محیط کارتون به وجود اومده، گیر کردین توی شرایطی گیر کردین، کمک میخواین، دستایی که رو به آسمان دارین طلب کمک میکنین، انشالله که مشکلتون حل میشه. من یه شکاف دارم ببینم، مشکلی براتون به وجود اومده، حالا تو رابطتون اختلاف به وجود اومده، تو دوستیتون، تو زندگیتون، تو محیط کارتون، با شریک کاریتون، با افرادی که تو یک فضا دارین کار میکنین، با کسی مشکلی براتون به وجود اومده، بینتون شکاف، فاصله افتاده و دارین کمک میطلبین، حالا یا خدا رو صدا میکنین یا دستی کمک به سمت کسی دراز کردین که مشکلتون رو برطرف بکنه و انشالله که این مسیر براتون اتفاقات قشنگی در پیش دارین. چرا؟ چون کبوتری که داره بالای سرتون افتاده، خطی که راه و مسیر مشکل داری رو دارم براتون میبینم، مشکلتونم که قشنگ داره خودش رو نمایان میکنه، کبوتری که داره براتون میاد و خبری که کسی به دادتون میرسه و مشکل شما رو حل میکنه، حالا پیرامون هر زمینه که الان شما دارین دست کمک به سمت حالا خدا یا کسی دراز کرد. خب توی بعضی از رابطه ها دارم میبینم که تو بعضی از رابطه ها دائما داریم با هم قهر و آشتی دارم بینتون میبینم، دائما قهر و آشتی، قهر و آشتی، صلح و صفا دوباره با هم دیگه قهر میکنی، بگو مگویی دارم براتون میبینم. اما ببینی بگو مگویی که به واسطه ای که خودتون دارین لجبازی میکنی، خودتون دارین مشکل ایجاد میکنی، یکی از طرفین داره مشکل ایجاد میکنه، یکی از طرفین داره لجبازی میکنه یا داره مخالفت میکنه یا میخواد که برخلاف اون چیزی که شما دوست دارین رفتار بکنه، داره لجبازی میکنه، شاید بخواد حرفشو به کرسی بشونه، هر جگه هست عاملش فقط همین میتونه باشه، قهر و آشتیه که دارم بین یک رابطه، یک زندگی مشترک یا دوستی دارم براتون میبینم. خب از این طرف اگه نگاه بکنیم، فرزندی که توی گهواره خوابیده دارم براتون میبینم، اگه نیتتون بارداری هستش، انشالله که فرزنددار شدن رو دارم براتون ببینم. خب از این طرف تماشا بکنی، خب این وقتی پا دارم براتون ببینم، کسی که قدم بزرگی توی زندگیتون براتون میذاره یا تو رابطتون، تو دوستتون، کسی براتون یا تو زندگیتون، تو کارتون، اگه مشکل دارین شخص پای بزرگی که حالا من نمیتونم این برورش کنم چون میخوام چهره همشون بدم، پای بزرگی که کسی براتون تو زندگیتون، تو کارتون، قدم بزرگی که کسی براتون برمی‌داره و مشکل شما رو حل می‌کنه، یک گام بزرگ، یک قدم بزرگ، یک قدم اساسی که به واسطه اون شخص مشکل شما حل میشه. هر کسی هم هست که این قدم رو داره براتون برمی‌داره، شخص قدرتمندیه، وکیل بزرگتر شما هستن، حرفش برش داره،
کسیه که دستش به دهنش میرسه، کسیه که پیش همه آشنا داره، کسیه که دوست آشنای زیادی داره، کسیه که هر کسی هست توان اینو داره، شخص قدرتمندیه که در پای بزرگ قدم بزرگی رو براتون برمی‌داره و کمکتون میکنه به امید خدا. خب از این طرف آقایی رو دارم ببینم، آقایی که ببینید توی یک زندگی مشترک تنها داره میشه، جدا شدن یک آقا را دارم میبینم، آقایی که سقفی رو که پشت سر گذاشته، مشکل داره، ناراحت، غمگین و دایره زندگی رو ترک میکنه و تنها میشی. یک زندگی مشترکی که از هم میپاشه و آقایی که تقریبا تریش دارم میبینم براشون، موهای جلوی پیشونی نسبتا بلندی رو دارن، جلوی موهای خلوتی رو براشون دارم میبینم، مشکلات عدیدهی که داشتی تو زندگی مشترکت و جدایی تو دارم میبینم، تنها داری میشی آقایی که به واسطه مشکلاتت. خب دستی که دارم رو به آسمون دارم میبینم یه دست، ولی دستی که مشته تو دهنی به کسی داری میزنی یا خلاف اون چیز، کسی که شما کاری میخواین انجام بدین ولی کسی که داره باهاتون مخالفت میکنه، ولی مثل حالت دستی که حالت مشت، نگاه تو دهن کسی داری میزنی یا تو دهنی به کسی میزنی و یا میخواین بهش نشون بدین که شما حرفتون برشش بیشتره، شما کارتون رو انجام میدین، مشکل دارین، ولی علارغم مشکلاتی که دارین دست گره کرده رو دارم براتون میبینم. پس شما توجهی به کار کسی نمی کنی. کسی که داره باهاتون مخالفت میکنه، کسی که داره بر علیهتون رفتار میکنه، کسی که داره باهاتون هرچی خلاف میل شما رفتار میکنه، ولی شما سر کج نمیکنی، خم نمیکنی، سرتون رو خم نمیکنی، به راهتون ادامه میدین و تو دهنی بهش میزنی، کارتون رو از پیش میبرین، شما اقدام میکنی، کارتون انجام میدین. خانمی رو دارم میبینم، خانمی برای تعداد دوستان، خانم هایی که مشکل دارین، موهاتون قهوه‌ای، خرمایی، رگ رگ بازدار، موهایی که تقریبا انگار از پشت جمع کردین، حواستون جمع بکنین، کارتون به کسی افتادی که دور از جون بعضی از حالا خانم آقایون بزرگواری که دارین میبینین فالو، که البته مطمئنم تو جمع ما چه شخصیتی وجود نداره، بوز ببینین صورتش بوز میمونه، بوز سوجو نف دنبال منفعت سوجوه، کارتون به یه شخصی افتادی که نفع براش باید داشته باشه، کاری براتون انجام میده، پولی بهش میدین کاری انجام میده، قولی بهش میدین حرکتی براتون انجام میده، کاری برای مشکل هم دارین، گیرین مشکل دارین و کارتون هم به همچین شخصی افتاده، قدری احتیاط بکنین. شخصیتی رو دارم ببینم که کدر افتاده، شخص سوجویی که ممکنه بیش از اون چیزی که باید از شما بگیره بگیره، یا بیشتر از خیلی طمعکاره، بیشتر از اون چیزی که حقش از شما طلب بکنه. حواستون رو لطفاً جمع بکنید. خب قدر مشکلاتی که دارم براتون میبینم، مشکلاتی که پی در پی دارم براتون میبینم، از این طرف پولی که توی کوزه داره براتون میفته، پس به زودی یک پولی به دستتون میرسه و مشکل مالی که داری و درگیر این سری مسائل مشکلات مالی هستی، مشکلتون انشالله حل میشه. خانمی که پوست تقریبا گندمگون رو به سبزه دارم میبینم، موی تیره بلند داری، دایره زندگی رو ترک میکنی، ازدواج رو دارم صحبت میکنم، پیرامونه یک راه احساسی قشنگ و خوشگلی که دایره زندگیتون رو ترک میکنی، گیتار، ساز، حالا سازی رو داریم میزنی، نواختن سازی هستش، شاید اینکه نمیدونم موزیک خاصی رو گوش میکنی، نمیدونم اهل موزیک و موسیقی هستین یا دارین این شغل رو دارین یا میخواین یه مثل گیتار، ویالون، تا همچنان حالت رو دارم بیرم سازی رو داریم میزنی که علاقه من بهش هستی، دارم براتون ببینم که راه و مسیر مستقیم راه روشن دارم براتون ببینم، یعنی دقیقا تو مسیری براتون دارم قدم برمیدارین که براتون نتیجه داره. اگر بخوایم این کوزرم بهش رب داریم، یعنی راهیه که براتون درآمدزایی داره، حالا جدا بخوایم اگه بگیم پول به دستتون میرسه، پیرامون این چیزی که دنبالش افتاده، اگه دارین این راهو پیش گرفتین، پیشتونه، شغلتونه، حرفتونه، به این دید دارین بهش نگاه میکنین، خوب کاریه، چون دارم براتون بودم که درآمدزایی پولی که تو روزتون میفته، مالی که از این به دست میارین. خب یک شخصیتی رو دارم ببینم، خانمی رو دارم ببینم که خیلی حالتی که ببینین افرادی که حالت شخصیت خیلی مغرور خانمی که دارم میگم، اما زبون خیلی تند و تیزی داره، ببینید دور از جون خانم نازنین، ببینید مثل نیش مار زبان گزنده ای داری و خیلی ها شاید بهت نیازمند هستن، خانمی که شاید دست بزرگی داری، شاید دستت به دهنت میرسه، میتونی کاری انجام بدی، حرکتی میتونی انجام بدی،
ولی خیلی مقربی، یا فردی هستی که میدونی که افرادی بهت نیاز دارن و شما توان انجام کار برای افراد متعددی رو داری، حالا میتونه از ریشت باشه، از همخونت باشه، از خویشاوندان درجه یکت باشه، از نزدیکای درجه یکت باشه، نزدیکانت باشه، میتونی براشون کاری بکنی. اما ببینی با زبون تند و تیزی که داری مذهب میخوام و فخر و غروری که داری، ببینین همه رو کدر کردی، از خودت داری میرنجونی. میتونی کاری بکنی، شاید هم کار رو انجام میدی، ولی با اون زبون تند و تیزت میرنجونی و کار انجام میدی، دلی رو میشکنی و کاری رو انجام میدی و همه رو داری از دست خودت میتارونی، همه رو داری کاری میکنی که ازت فاصله بگیرن، کنارگیری کنن ازت. خب یه میز مذاکره دارم ببینم، حالا یا داری نشستیم با هم دیگه صحبت میکنین، ببینیم خانم و آقایی که دارم ببینم برای کار اقدام کردیم، آقایی پیش خانمی رفتی یا خانمی برای کار پیش خانم آقای رفتی، یا پیرامون یه رابطه احساسی ازش کنار روی روبروی همدیگه قرار گرفتین، دارین با همدیگه صحبت میکنین، مشکلتون رو حل میکنین، سر حقوقش با هم مشکل دارین، با همدیگه اصلا کلن تفاهم ندارین، یا اصلا یه رابطه احساسی هستش، با همدیگه مشکل دارین، رو در روی همدیگه قرار میگیرین، مشکلتون رو حل میکنین. راهکاری که از طرف آقا میبینم داره بهتون پیشنهاد میشه، یه راهکاری پیش پاتون میذاره، یا مشکلی که توسط آقا حل میشه، یه راهی پیش پاتون میذاره، توافق میکنین و هم مشکلتون رو حل میکنین، ارتباطی که دوباره شکل میگیره. خب خانم زیبارویی رو دارم ببینم، پوست روشن، چشمای درشتی که دارم برات میبینم، موی تیره یه تقریبا بلند، لباس باشکوهی که بتن کردی دارم برات میبینم، ولی آقایی که از این ور داره بهت پشت کرده و رفته. ببینیم خانمی که چشمای زیبا، آقایی که روی سرت نشسته، ارتباطت با شخص دیگه، آقایی که ببینید وصلی به هم دیگه، وصلی، آقایی که بهت پشت کرده به خاطر اینکه شما، آقایی روی سرت نشسته، آقایی هم که روی سرت نشسته الان باهات قهره، توی یک رابطه هستی، توی یک دوستی، توی یک زندگی مشترک، هنوز به شخصی متعهدی، ولی با آقایی در ارتباطی، شخص احساسی بهت پشت کرده، باهات قهره یا از دست دلخوره، ولی شما کسی دیگه رو دوست داری، یا با همدیگه آبتون توی جوب نمیره، توی زندگی یا توی رابطه‌ای که دائما با هم قهر میکنین، سازش با هم ندارین، شما شخص دیگه رو دوست داری، ولی شخص دیگه هم که اصلا نگاه کنی روش به یه سمت دیگه است، خلاف جهت شما، اصلا توجهی به شما نمیکنه. خب و لیوان پوری که دارم میبینم، یه شخصیت بسیار مثبت رو دارم میبینم، خانم یا آقایی که خیلی توجه، دید مثبتی داری، خیلی توجهت به مسائل و مشکلات با دید مثبت، یه آدم خیلی مثبت دارم صحبت میکنم، یا اعتماد به نفس خیلی بالایی داری، شخصیت مثبت صحبت میکنم، اونم نه خودخواه و جاه طلب صحبت هم نیست، شخصیت بسیار مثبت، خانم یا آقایی که یه اعتماد به نفس بالایی داری، یا اینکه یه منفی نیست، فقط جنبه منفی موضوع رو نگاه نمیکنه، توجه به جنبه منفی نمیکنه، مثبتش رو نگاه میکنه، یا داره به تو میگه حواستون باشه لطفاً اینقدر منفی نگاه نکنین، جنبه مثبتش رو، کاری میخواین انجام بدین، هی نگی نمیشه نمیشه نمیشه، برین جلو شاید بشه، شاید یه رابطه ای میخواد چک بگیره، منو نمیخواد نمیشه، کاری میخواین انجام بدین، منو که قبول نمی کنن، منو که استخدام نمی کنن، نه، جنبه مثبتش رو نگاه کنین، اعتماد به نفس، خودتون رو با دید مثبت نگاه بکنین، محاسن خودتون رو بذارین روی ترازو، شما محاسنتون خیلی بیشتره، لیوانی که پر دارم ببینم، حسنتون از عیباتون بیشتره، چرا که شما را انتخاب نکنن. خب و دیگه براتون، خب خانمی که داره به یه دلی زندگی میخواد ورود کنه، ولی مانع دارم میبینم، مخالفت هایی که از طرف کسی داره انجام میشه، خانمی که پشت سر یه آقای قرار گرفتی، آقایی که نه، ببینید خانمی که فرزند جلوت، بینتون فرزند دارم، خانمی که فرزند داری، آقایی که داره با پشت سر یه آقایی رو افتادی، ولی یه مانع دارم برات میبینم، شخصی رو که انتخاب کردی خودش مشکل داره، یا تکیه گاهی که انتخاب کردی، خانمی که گذشته داری و یک فرزند داری،
شخص آقایی رو که جلوی پیشونی خلوتی داره، جلوی ماهی نسبتا خلوت، سنگا دور تا دور مو داره، شخصی رو که انتخاب کردی خودش درگیر یک سری مسائل و مشکلاته، خودش مشکلاتی داره که خودش نمیتونه، تو کار خودش مونده، شمار هم داره دنبال خودشون داره میکشه میبره، شمار هم درگیر یک سری از مسائل و مشکلات داره میکنه. قدری حواستون رو جمع بکنی یا قدری صبوری بکنی، چون دارم ببینم شخص دیگه به زندگیتون داره پا میذاره. ببین زیر پاتون نگاه کنی، نیم قلب دارم ببینم، صبر کنی، عجله نکنی با این شخصی که خودش درگیر مسائل و مشکلات سختش رو ببینیم که داره خودش مشکل داره، در مسائل داره جدا میشه، زیر سختی که خونهشون مشکل داره، تو محیط کارش درگیر زیر مسائل و مشکلاته، خودش الان درگیر مسائل و مشکلاته، شما هم دنبال ایشون افتادین، جز تباهی براتون چیزی نداره، ایشون رو ازش بگذارین، شخص دیگه داره پا به زندگیتون میگذاره مثبت و روشن، و فقط کافیه که کمی صبوری بکنید. خب زیر دسته دارم براتون آقایی رو دارم ببینم، آقایی که حالا شغلشون بعد به سبب شغلشون کلاهی به سر گذاشت، مثل مهندس، یه همچین شخصی رو دارم براتون ببینم، مهندس مثال دارم اینو میزنم، یا به سبب شغلشون حرفشون شغلشون طوری کلاهی به سرشون دارم میگذارم، حالا هر سمتی میتونه داشته باشن. ببینید داره با خانمی که رو به روش دارم ببینم مثلا درگیر مسائل قانونی هست، شاید وکیله، شاید وکیل هستن، حالا شغلش حالا کلاه نیست، قدرتش رو داره نشون میده، پیرامون خانمی که زیر سختی که مشکل داره، ترازو قانونی، خانمی که پوست روشن، موهای خرمایی روشن، تقریبا شدن خیلی روشن، دارن برشون میدم، دارن جوان، دارن صحبت میکنن، آقای تقریبا نیم سال با خانمی که مشکل قانونی دادگاهی داره داره صحبت میکنه، ولی خانمی که خندون دارم ببینم، یعنی یک موفقیت قانونی که برات ایشون توانایی اینو داره که مشکل شما رو حل بکنه. البته پشت سرش رو نگاه کنی، شخصی رو پشت سر میذاره تا مشکل شما رو حل بکنه. شخصیتی که ببینیم، کسی که در حق شما خیانتی کرده یا دروغ به شما گفته یا هر چیزش کوتاهی تو کارتون کرده، کم لطفی در حقتون میکرده تو زندگیتون، دادگاه یا یک مسئله قانونی زندگی نیست، کسی سرتون کلاه گذاشته، شخصی رو که پشت سر میگذاره به واسطه یک شخص وکیل قدرتمند، مشکل قانونی خانومی حل میشه، خانومی که لب خندون دارم برات میبینم و این آقا رو پشت سر میگذاری، چه سرتون رو کلاه گذاشته. خب و دیگه، خب یه شخصی رو دارم خیلی دلواپس هم میگم، شخصی که نشسته و نگران و دلواپس، یعنی هی داره راه های زیادی رو داره هی بهش فکر میکنه برای اینکه به یک نتیجه مثبت برسه، شخصی که همجور نشسته تکیه دادی به جایی و نمیدونی چی کار باید بکنی، حالتی که دلواپس یا منتظر یا چشم انتظار، یا داری فکر میکنی هی راه های مختلف رو انتخاب بکنی یا راه های جلو متعددی جلوی پای خودت میگذاری تا به این نتیجه دلخواهت برسی، جواب بگیری، راهکارهای مختلف شاید جلو پای خودت میذاری تا به نتیجه دلخواهت برسی، و به نتیجه دلخواهت میرسی، مثبت روشن میرسی، با تمرکزی که میکنی، با راههایی که خودت، ایده هایی که میدی یا میشینی فکر میکنی، راهکارهایی که میذاری، بالاخره به یه نتیجه درست و حسابی میرسی که مشکلت رو حل بکنی و به مشکلت هم حل میشه. روشن و روشن دارم براتون میبینم. خب از این طرف یه کوزه کدر دارم براتون میبینم و یه مهری که داره براتون خورده میشه حالا، و شخصی که کدر رو سیاه دارم میبینم، مالی که شخصی که دور اجون سیاه پوش دارم میبینم، از یک فوت شخصی، شاید ارثی داره به تو میرسه یا مهریتون هست، سهمی از یک جایی دارین، سهمی از یک زندگی شاید دارین، مهری که براتون خورده شده و حکمی که براتون داره صادر میشه، از یک یا کدرین سیاهی، شخصی فوت کرده دور اجون، سهمی داره به شما میرسه، یا اینکه چون مهر سیاهه، یا اینکه دور اجون خانمی که بیوه شده، خانم بیوه شدین و مالی که داره از
فوت همسرتون بهتون میرسه. اما ببینید همه رو که سیاه دارم میبینم، زمان میبره تو بهتون برسه، ولی این میرسه، این اتفاق براتون رخ میده. مالی که به دستتون میرسه، کوزه، مهر و لباس سیاه که تن کردین، مالی که میرسه شاید با وقفه و زمان به دستتون برسه. خب دارین وام میگیرین، از ببینین هر جایی که دارین پولی رو دل میگیری، از یه ارگان دولتی یا وام یا ارض الحسنه یا شخصی داره بهتون پولی رو داره میده، ولی باید برگردونین. هر چیزش برای یک سقف داری میگیری، کاری رو میخوایی را بندازین، مشکل مالی دارین، خونه رو میخوایی تهیه بکنین، مشکل مالی دارین. از هر جایی که دارین میگیرین باید این پول رو بهش برگردونین. پیرامونه مشکلتون که حل بشه، مشکل دارین پیرامون سقف، ولی باید این پول رو به طرف و اون شخص برگردونین یا اون ارگان برگردونین و این پول رو میگیرین. خب ازدواج بسیار زیبایی رو که دارم براتون، لباس عروس خودتون ببینید خانمی که چقدر زیبا، خانمی جوان، آقای جوان، ازدواج بسیار زیبایی که دارم براتون میبینم، چشمایی که همه خیره به شما دارن نگاه میکنن. و ببینیم به یه خانمی که اینجا خانوم، خانمی که سن و سال دار دارم میبینم، خیلی دور براتون شروعه مراسم جشن عروسی با شکوهی رو دارم براتون میگم. حالا با شکوه نمیگم، مجلل آنچنانی نمیگم، ولی درخشیدن شما را دارم میگم. در یک مراسمی که عروس و دامادی که خانم آقای جوانی کرده تاج زد، یعنی خوشبختی رو دارم برات میبینم که انشالله همه خانم آقای جوان و اصلا کلا خانم آقایونی که اصلا ازدواج دارن خوشبخت عاقبت به خیر بشین. درخشیدن و مطرح شدنتون تو اون جمع دارم براتون میبینم، چشمانی که به شما خیره شده به این اتفاق به زودی براتون رو خواهد داد. خب آقایی که تعریش دارن براشون میبینم، چشمای تقریبا درشت تعریش دارن، پشتش روی قدر حالت خمیده دارن میبینم. یه خوششانسی نصیبت میشه آقای جوان، از یک دیدار و ملاقات با یک آقایی، ببین نعلی که دارم برات میبینم تو وجود افتاده، از یک دیدار و ملاقات با یک آقایی، آقای جوانی که تعریش داری، حالا جوان یا سال، آقایی که تعریش داری، چشمای درشتی دارین یا عینکی هستین، موهای قهوه‌ای تیره، رو در روی آقای قرار داری میگیری، حالا پیرامون کار، پیرامون هر چی، یک دیدار و ملاقاتی داری انجام میدین، ولی نری که توی وجودتون افتاده، اتفاق خوش شانسی میاری، قبول میکنن کاری رو براتون انجام بدن، استخدام میشین، کارتون گیره کسی افتاده که باید مشکلتون به دست ایشون حل بشه، میشه، هر چیزش بخت با شما یاره و مشکل شما حل میشه آقایون. ورود به یک جایی رو دارم میرم، حالا خانمی آقایی که قد و قامت کشیده‌ای داری و سقف روشنی که دارم برات میبینم، وارد یک جایی داری میشی، سقف روشن، هر چه که هست راهی رو طی میکنی تا به این سقف روشن برسی، سقف روشنی که و راه به مثل جاده میمونه، سفره مثل شهر به شهر، همچین چیزی رو دارم میرم، چون درختایی که تو مسیرت هست، راهی رو داری طی میکنی برای یه ورود به یک سقف روشن، حالا برای یک دیدار و ملاقاته، برای کار، برای تفریح، برای زیارت، قرار کاری دارین، ازدواجی میخواد سر بگیره، هر چه که هست مثبت و روشن دارم میده، ولی یک سفر باید انجام بدین، راه مثبت و روشنی که دار و درخت دارم براتون میدم، از این مسیر گذر میکنین، سقف روشنی که براتون دارم میدم و ورود به اون سقف رو انجام میدین. هر سقفی هم که هست نه مثبت روشن، یعنی اتفاق قشنگ و خوبی که براتون رخ میده تو یک شهر دیگه یا بود مسافت، ولی خیلی درخت میبینم، راه سفر شهری به از یک شهر به یک شهر دیگه. خب و خب یه زنگوله هم دارم براتون میبینم، زنگوله تو زنگوله افتاده، دو تا خبر خوشحال کننده دارین، حالا خبر شادی، خبر ازدواج، دو تا خبر خوشحالی پشت سر هم دارم، زنگوله تو زنگوله، دو تا خبر خوش براتون دارم میبینم پشت سر هم، یا دو تا ازدواج پشت سر همه، یا دو تا خبر خوش پشت سر همه، یا یه خبر خوش یه ازدواج، هر چه که هست دو تا خبر خوش پشت سر هم به زودی براتون رو خواهد. خب بدهکار، کسی بهتون بدهی داره یا شما از کسی طلبی دارین، ببینین کسی که داره خودش با پای خودش، آقایی که داره میاد و مشکل شما، یعنی مشکل که مشکل شما نیست، مشکل خودشه، مالی شد، پولی که از شما گرفته بود، آقایی که متأهله، زن داره،
آقایی که ببینید پولی ازتون گرفته بوده داره میاد بهتون پس بده، چشتون داره برق میزنه، نیاز به اون پول دارین. شخصی که حالا آقای متأهله، یه خانمی پشت سرش دارم میبینم، حالا جوان مادرشون هستن، خانمی که موهای تیره داره پشت سرشون دارم میبینم، آقایی که فکر میکنم عینک زده، حالا یه خط عینک دارم میبینم، عینک طبی آفتابی هرچی که زده، چهره خیلی گویا نیست، جوانی ها میانسال هرچی که هست، داره میاد بدهیشو بهتون بده یا پولی که ازتون گرفته بوده و شما نیاز به این پول دارین. ببینید خودتون نیاز به این پول دارین، داره میاد به سمتتون که پولو بهتون بده. یا متأهله یا با مادرشون دارن میان که مشکل مالی که داره رو حل بکنه، پولشو به پولتون رو بهتون برگرد. خب برای این آقای جوان دارم ببینم که یا سه تا تیکه پول با مشکلات فراوان بالاخره به دستت میرسه، یا از سه نفر مختلف پول به دستت میرسه و مشکلت حل میشه. برای آقایون جوان، یا سه تا تیکه پول با مشکلات فراوان بالاخره به دستت میرسه، یا تو سه مرحله پول به دستت میرسه، یا سه نفر دارن کمکت میکنن تا مشکلتو حل بکنن، مشکل مالیتون رو حل بکنن. ببینین خانم آقایی که توی مخمسه ای دارم ببینم، هشدار، حواستون لطفا جمع بکنید، به دام کسی نیفتین. ببینین ممکنه توی مخمسه گیر بکنی که نه راه پس داری نه راه پیش، انتخاب غلط رو داره به تو میگه، داره میگه حواستو جمع بکنی. ببینین پیرامون یک سقف، یک انتخاب غلط دارم ببینم. حالا خانم آقایی که دارین یه انتخاب اشتباه ممکنه انجام بدین و میفتین توی یک مخمسه ای که راه پس و پیش نداشته باشین، گیری یک سقف بیفتین. حالا یا ببینین توی چهاردیواری گیر بکنین یا جایی گیر بکنین که راه پس و پیش نداشته باشه، هم خانم هم آقا. خانمی که موهای بلند روشن دارم میبینم و آقای جوانی که دارم میبینم، ببینی سقفی که ممکنه درگیر بشین، تو گیر یک سقف بیفتین، راه پس و پیش نداشته باشین، حواستون رو لطفاً جمع بکنین. تو چه مسیری داری قدم برمیدارین احتیاط کنین، محتاطانه برین جلو، ببینین چی کار داری میکنین، مبادا تو یک مخمسه بیفتین، مبادا گیر بیفتین، مبادا مشکلی براتون به وجود بیاد. مواظب باشین سقف راه پس و پیش نداشته باشین، مواظب باشین لطفا. خب و خانمی که دارم میبینم، خانمی که خیلی غمگین و ناراحت دارم میبینم، خانمی که گذشته دار هستی، آقایی که ترکت کرده ببینین، آقایی که داری میره به سمت خانم دیگه که دستش عصبانی، خانمی که حالا زبان درشتی دارن، خیلی هم عصبانی هستش، آقایی که میانسال دارن میرم داره بر میگرده به سمت زندگیش و شما رو ترک داره میکنه. خانمی که غمگین و ناراحت، خانم جوانی که موهای قهوه‌ای خرمایی روشن دارم بیان، ببین نره برعکس، بد آوردی، بدشانسی آوردی، چون آقایی که لب خندون داره بر میگرده به سمت خانمی اول. حالا این یا همسرشون هستن یا شخص احساسیشون هستن. آقایی که تقریبا جوان رو به میان سال دارم ببینم با لب خندون برگشتش به سمت شخص احساسی اولش، حالا همسرشون هستن یا شخص احساسی اولشون هستن، و خواهیم که عصبانی از این موضوع که ایشون رفته بوده ولی داره بر میگرده. اینجا خانم شخص سومی که ناراحت دارم ببینم، خانم گذشته داری که غمگین، جوان و غمگین دارم میبینمش، خانمی هم که صورت نسبتا درشت و یه قدر پر، لبای خیلی درشت، چشمای همچین عصبانی، خیلی برافروخته و عصبانی از رفتن این آقا، ولی داره بر میگرده به سمت، و یه مهری که داره خورده میشه، جدایی که داره رخ میده، حالا جد و کبوتری که براتون خبرش رو داره میاره. اگه منتظر هستین راه دادگاه و قانون رفتین، گروبیای قانونی داری میکنین برای جداییتون، کبوتر خبری که به زودی به گوشتون میرسه، یعنی اگه منتظر جوابش هستین یا نتیجه حکم دادگاهتون پیرامون جداییتون هستین، این خبر به زودی به گوشتون. خانمی خیلی روشن، شخصیت بسیار مثبت و روشنی رو دارم براتون میبینم، خانمی که خیلی شخصیت مثبت و روشن، دلی از محیط خونت میای بیرون، وارد سقفی داری میشی، سقفی که انگار داری یه فضای کدر، توی فضایی که داری کار میکنی یا داری زندگی میکنی یا هر چی که انقدر منفی و منفیه یا افراد منفی اونجا زندگی میکنن یا
هر چه که هست اون فضا رو داری ترک میکنی و داری میری زیر یک سقف روشن. شاید توی جایی داری با جمعی داری کار میکنی که احساس نارضایتی میکنی، یا تو خونه ای داری زندگی میکنی احساس نارضایتی میکنی، هر چه که هست این فضایی که داری رو ترک میکنی و وارد خودت هم شخصیت بسیار مثبت و روشن دارم میرم، وارد یک سقف روشن میشی، سقف کاری روشن، کار صحبت دارم میکنم، از یک فضایی که توش احساس آرامش نمیکنی بیرون میای و ورود به یک صفحه کاری روشن رو دارم براتون میبینم. و دیگه چیزی چرا یه دیگه بگومگو دارم براتون میبینم، البته بگومگو نیست، ببینید بعد یه بگومگو دیدار و ملاقات که داره سر میگیره، خانم آقای جوانی که بعد از یه بگو مگو داریم با هم دیگه نشستیم داریم با هم صحبت میکنه، هر دوتون رو کدر دارم لیم، یا هر دو مقصری یا هر دو از دست هم دیگه ناراحتی، یا هر دو مقصر یا هر دو از دست هم دیگه ناراحت، در هر حالت هر دو کدر دارم میبینم، اما هر دو به این نتیجه رسیدین که بهتره با هم دیگه صحبت کنین تا مشکلتون رو حل بکنین و این اتفاق داره رخ میده، رو در روی هم دیگه قرار گرفتین داریم با هم دیگه صحبت میکنین و مشکلتون رو حل میکنی، ارتباطی که دوباره شکل میگیره، حالا دوستی یا یک زندگی مشترک. چراغی که ببینیم مثل این چراغی که تو کنار خیابون گذاشتن، همچه حالتی ببینید، راه مسیری که براتون روشن میشه، حالا تو چه مسیری قدم برمیدارین راه براتون روشن میشه یا راه براتون هموار میشه، مسیر براتون پیدا میشه چی کار بکنین، اگه گنگین، اگه نمیدونین چی کار باید کنین، الان گیجین، نمیدونین، سرگردونین، تو مسیری میخواین قدم بردارین بلا تکلیفین، یا موضوعی براتون تاریکه، مبهمه، شفاف نیست، چراغی که دارم براتون میبینم و روشن میکنه، چراغی که تو مسیرتون قرار میده، موضوعی که براتون روشن میشه راه رو براتون روشن میکنه، متوجه میشین. خب و یه دسته گل خوشگل قشنگ و زیبایی هم اینجا براتون دارم ببینم، دقیقا زیر همین مواظب باشین. خب یا جشن و شادی در پیش دارید، شاید خواستگاریه، شاید مراسم جشن، شاید تولده، شاید شادیه، هر چه که هست یک اتفاق قشنگ و خوب دارم براتون ببینم. البته میتونه چون یکی مثل یه حالا نواری روبانی همچی چیزی هم بغلش دارم میبینم، میتونه این تعبیرم بده، شاید رویای شما، اون چیزی که همیشه رویاتون بوده بهش دست پیدا میکنین، اون چیزی که همیشه بهش فکر میکردین آرزوتون بوده بهش برسین میرسین، این رو هم میتونه معنی بده. و یه مهر روشن خوشگلی که اینجا براتون افتاده، مهر روشن چیزی رو قراره به ثبت و سند برسونین، سندیت، البته این سندیت رو دارم من برای حالا نمیدونم این خانم یا آقایی که اینجا وایساده خیلی هم ناراحته، ولی سندی که برات خورده میشه، موفقیت که نصیبت میشه، نگرانی داری، دلواپسی از بابت یک سند داری، حالا چیزی که قرار برات به ثبت و سند برسه، خونه‌ای به نامت بشه، مغازه‌ای به نامت بشه، ازدواجی رخ بده، هر چیزی که مرتبط با یک سندیت چیزیه، شاید قراردادی باید امضا بشه، نگرانی، مهر خورده میشه، بالاخره شما رسمی میشین، این اتفاق برات میفته، هر چه هستش از این دلواپسی و از این ناراحتی میای بیرون، چون مهر روشنی که برات خورده میشه. خب یه دوره همی هم دارم براتون میدم پیرامون یه راه احساسی، یه راه احساسی که انگار کسی بهتون نگفته باشه، یا یه راه احساسی که من بسته بوده، کدره، قلبی که تشو ببینید بسته دارم میدم، یه دوره همی دارم میدم، انگار یه جلسه میگیرین، صحبت میکنین، به نتیجه میرسین، دو یه راهکار پیدا میکنین، به نتیجه میرسین، راهکاری پیدا میکنین از یک جمع، گرد همایی، دور همی پیرامون یه راه احساسی. حالا میتونه راه احساسی باشه، خواستگاری رفتین که جواب نشنیدین، یا راهی رو میخوای، راه احساسی میخوای برین که ممکنه ببینین به بن‌بست بخوره، دارین صحبت میکنین تا این راه نتیجه دلخواه براتون حاصل بشه، میتونه این باشه، میتونه در مسیر دارین قدم برمیدارین، دلی، چیزی که شما رو قلبن شادتون میکنه، راه و مسیری که باعث شادیتون میشه، میتونه یک سفر باشه، میتونه کار باشه، میتونه
مسافرت باشه، میتونه هر اجتماعی باشه، هر مسیری که شما رو غالبا شادتون میکنه، ولی راهی که کدر دارم میبرم میگه که با مشکل مواجه خواهین شد یا شدین، اما یه دور همی یا نفراتی هستین که با هم دیگه جمع میشین، با هم دیگه صحبت میکنین تا راهکار پیدا بکنین و این راهکار رو پیدا میکنین. نتیجه‌ای که از یک شور و مشورت به دست میاد و قلبتون انشالله شاد میشه، مشکلتون حل میشه به امید خدا انشالله. یک ازدواج عقب افتاده دارم ببینم برای خانمی آقایی که دوره، از یک کشور خارجه، مرزی رو رد کرده، یک ازدواج عقب افتاده و خیلی هم که به هم ریخته و عصبانی دارم میبینم اتون. حالا خانمی آقایی هستیم که خیلی به هم ریخته از بابت یک ازدواجی که حلقه که افتاده و ازدواج که هی داره پشت سر هم عقب میفته، حالا پیرامون هر چی مشکلی که هست داره عقب میفته، خیلی هم به هم ریخته دارم میبینم اتون. خیلی خوب، اینم از فال امروز امیدوارم و یه پیوستن دارم براتون میبینم، پیوستنی که دو نفری که برای شراکته، چون پولی قضیه مالیه، یه شراکتی رو داریم با هم دیگه راه میندازیم، توش نفع زیاد دارم براتون میبینم. حالا دو تا آقا، دو تا خانم، هر چه که هستش، دو نفری که دارین یا نفراتی که دارین با هم شراکتی میخواین کاری رو راه بندازین، کاری که براتون برد داره، موفقیت داره، اصلا انگار تو پیک میفته وسط، انگار یه برد موفقیتی که جلو پاتونه، شانسی که جلو پاتونه و با یک شراکت این قضیه رو دارین انجامش میدین. موفقیت مالی رو صحبت میکنم از یک شراکت. آرزوی بهترین ها رو برای شما نازنینان دارم. تا دیداری بعد باهاتون خداحافظی میکنم. فالکدی آرزو، خدا نگهدار.